حالا شده به خودت بگی من که دارم این همه تلاش میکنم، پس چی میشه که نمیشه؟ توی زندگی به هر چی که بخواین میتونیم برسین. به دوش استاندارد تو برای زندگی چیه؟ تا حالا بهش فکر کردی؟ کسی که مضطربه و نگرانه، یعنی هیچ برنامه‌ای برای آینده‌اش نداره. اگه فکر میکنی برای یک زندگی شاد و سرشار از موفقیت نیاز به هیچ برنامه‌ریزی نیست، پس بهتر امتحانش که آدم‌های رویاپرداز رو از آدم‌های عملگرا جدا می‌کنه. می‌دونید اون چیه؟ تعهده. عملاً هممون فرصت‌های طلایی زیادی رو از دست دادیم. اما تا به حال از خودمون نپرسیدیم چطوری می‌تونیم شرایط رو تغییر بدیم. هدف یعنی چشم‌انداز، هدف یعنی تعیین وضعیتی از آینده. امروز ما قرار راجع به موضوع مهمی به نام تمرکز با هم دیگه صحبت کنیم. تا حالا شده که با خودت بشینی و خودت رو در ایدئال ترین شرایط ممکن تصور کنی؟ یادت باشه تو هر کاری مهم برداشتن قدم اول. الان داره پیش اومده که به این فکر کنی که چرا ما نمیتونیم تصمیمات مهم زندگیمونو بگیریم. به نظر من شاید بزرگترین شکست ما انسان‌ها حسرتیه که به خاطر ترس از شکست‌هامون داشتیم. به نظرت موفق بودن چه نشونه هایی داره؟ یا چه آدمی رو میشه گفت آدم موفق؟ هر اتفاقی در زندگی واسه به وجود میاد به طرز فکرت بسید. وقتی یک سوال برای ما ایجاب میشه و ما جواب درست رو نمیدونیم و از کلمه جادویی نمیدونم استفاده میکنیم، در واقع داریم راه ها و درگاه هایی که اون اطلاعات رو میتونه ذهن ما دریافت کنه رو میبندیم. تا حالا فکر کردی که اگه تو این روزا یه مربی یا مشاور کنارت باشه میتونی مسیر موفقیت و رشدت رو با سرعت بیشتری طی کنی؟ چی از آینده مهمتر؟ مهمترین کاری که الان باید برای آینده انجام بدی چیه؟ امروز میخوام در مورد این موضوع مهم با هم صحبت کنیم، الگو برداری از افراد موفق. جایی که هستی دقیقاً همون جایی که باید باشی. اگه میخوای دستاوردها و نتایجت رو تغییر بدی ما آدم ها یک بار و فقط یک بار زندگی می‌کنیم و کیفیت این زندگی بسته به اینه که چطور با چالش های زندگیمون مواجه میشیم. هر بار که داستان زندگی آدم های موفق رو می‌شنویم با یه سوال اساسی مواجه میشیم، سوالی که حتما ذهنمون رو درگیر می‌کنه، اینکه چه چیزی باعث این موفقیت بشه. به نظرت اول موفق شدن بعد شادی یا اول شادی بعد موفقیت؟